شهر کربلا از روز سه‌شنبه آماده استقبال از زائران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می شود و پیش بینی شده است که 11 میلیون زائر در این مراسم حضور داشته باشند و همچنین قرار است در کنار مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف جشنواره شمع برگزار شود. منابع مطلع در شهر مقدس کربلا از رسیدن میلیون ها زائر به شهر مقدس کربلا برای شرکت در زیارت شعبانی خبر دادند. گفته می شود این زائران از داخل و خارج عراق هستند و بسیاری از آنها با پای پیاده راهی شهر مقدس کربلا شدند. از سوی دیگر روح و دل میلیون ها شیعه و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم که موفق به سفر به شهر مقدس کربلا نشدند در این شهر است، اما در محل حضور خود به برگزاری مراسم جشن و شادی می پردازند. آستان مقدس عسکریان علیه ما سلام میزبان برگزاری دومین جشنواره بین المللی خاتم الاوصیا در حرم امامین عسکریان است. این جشنواره با شعار نور تابناک آسمان در سرزمین سامرا به مناسبت ولادت با سعادت امام عصر از زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار می شود. تعداد قابل توجهی از روحانیون، شخصیت‌های دینی و فرهنگی و مسئولان آستان‌های مقدس در این جشنواره شرکت کردند. تعداد زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام نیز در این جشنواره حضور یافتند. روزنامه سان چاپ انگلیس از تلاش این کشور برای تصویب قانون جدید مهاجرین در بریتانیا خبر داد. به گفته این روزنامه هدف از تصویب این قانون جلوگیری از افزایش تعداد مهاجرینی است که از طریق قایق یا کشتی‌های قاچاقچی راهی انگلیس می‌شود است. در صورت تصویب این قانون از این پس مهاجرینی که از طریق قایق یا کشتی غیرقانونی خود را به انگلیس می‌رسانند و درخواست مهاجرت می کنند، با درخواست آنان مخالفت خواهد شد و از این کشور دیپورت خواهند شد. گفتنیست طبق آمار رسمی سال گذشته دست کم 45 هزار مهاجر از طریق غیرقانونی خود را به انگلیس رسانده و درخواست پناهندگی کردند. رسانه های پاکستان از برگزاری کنفرانس بین ادیانی با عنوان حسین از همه است در این کشور خبر دادند. گفته می شود این کنفرانس با حضور حجت الاسلام سید جواد نقوی در شهر سیالکوت در پاکستان برگزار شد. ده ها تن از شخصیت های دینی و فرهنگی، اجتماعی و محلی و نیز طلاب علوم دینی و شیعیان نیز در این کنفرانس شرکت کردند. پلیس ترکیه یک قایق حامل پناهجویان افغان را که دو روز در آب‌های میان ترکیه و یونان سرگردان بود به ساحل انتقال داد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند پلیس این کشور 60 پناهجوی افغان را که در میان آنها 20 کودک نیز بودند به ساحل منتقل کردند و بر اساس این گزارش قایق حامل پناهجویان افغان دو روز در آب‌های میان ترکیه و یونان سرگردان بوده است. وزیر آموزش و پرورش کارناتاکای هند گفت دانش آموزانی که دارای حجاب هستند مجاز به شرکت در امتحانات دوره پیش دانشگاهی دوم PUC که قرار است از 9 مارس 2023 آغاز شود نخواهند بود. کارناتاکا طی سالهای گذشته شاهد افزایش فعالیت‌های ملی گرایانه هند، هندو و هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی این ایالت به ویژه مسلمانان بوده است. در آستانه ماه مبارک رمضان، مسلمانان برین رد آمریکا برنامه‌هایی را در مرکز مجمع زندگی مسیحیان برای آشنایی شهروندان غیر مسلمانان با ماه مبارک رمضان در مینه‌سوتا ترتیب دادند.
این برنامه‌ها که در روزهای پنجشنبه هر هفته تا پایان ماه رمضان برگزار می‌شود، بخشی از طرح پنجشنبه‌های فرهنگی است که در مجمع زندگی مسیحیان برگزار می‌شود. جیسون ادنز از مرکز مجمع زندگی مسیحیان و هماهنگ کننده پنجشنبه‌های فرهنگی گفت: هرچه در مورد تنوع‌های دینی اطلاعات بیشتری داشته باشیم، برای گفتگوهای فرهنگی درباره رویدادهای مهمی مانند ماه رمضان مجهزتر هستیم. محققان دانشگاه استنفورد در پروژه‌ای تازه توانستند به شیوه‌های جدیدی به سلول‌های تی یاد دهند که گستره وسیع‌تری از آنتیژن‌ها را شناسایی کنند و شانس مقابله موفق سیستم ایمنی با سرطان را افزایش دهند. این شیوه جدید از طریق تبدیل سلول‌های سرطانی به ماکروفاژها انجام می‌شود. ماکروفاژها نوعی سلول عرضه‌کننده آنتیژن APC هستند که به سلول‌های تی نشان می‌دهند باید در بدن به دنبال چه چیزی بگردند. این روش شامل برنامه ریزی مجدد سلول‌های سرطانی و تبدیل آنها به سلول‌های ایمنی است تا به سیستم ایمنی بدن یاد دهد که چطور باید با بیماری مقابله کند. شایان ذکر است این روش بر روی موش‌ها آزمایش شد و نتیجه این بود که سرطان با موفقیت از بدن این حیوانات پاک شد و توانست برای زمان طولانی تری از بازگشت بیماری به بدن جلوگیری کند. به پایان این بخش و آیتم خبری پانوراما رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. تشکر.